یکی رو بذار فیکس، یکی رو نیمکت، یکی رو هم بفروش بره. سلام، به این ویدیو خوش اومدیم. با بردیا خوبی؟ من آره الان اوکی. خوبی؟ با بردیا اومدیم این ویدیو بگیریم و بریم توضیح. سلام، خیلی مخلصم، مرسی از مهدی عزیز. این دفعه من اومدم فود نیوز برای اولین بار در یک ماه اخیر قرار مجازات و چالش و پاداش و از اینجور چیزا نداشته باشیم، ولی قرار سر نظرمون بزنیم تو سر و کله هم. آخرین ویدیویی زدیم تو سر و کله هم ایکریکاسیاس و دهن تو آب بکش اسمش واقعا نظر گلر بدیه. خب متاسفانه علی رو تو فود نیوز هم آوردیم. علی جان سلام. سلام، خیلی خوش اومدید. امروز قراره چند تا گزینه داشته باشیم. میخوام و بین اون گزینه ها یکی رو و بین گزینه ها یکی رو فیکس بکنید، یکی رو بذارید روی نیمکت و یکی رو بفروشید. بریم سراغش. بفرمایید. شماره یک کی باید بگه؟ آه اول همزمان فکر میکنید، هر دفعه یکیتون اول میگید، فرقی نداره اولویت کنید. برست و میهمانی میخوایی من شروع کنم. نه شماره یک فنی سروی دروگبا فمپرسی. فنی سروی دروگبا فمپرسی بریم؟ من خیلی فکر کردم نمیخوام. خیلی نظرم این ایزی تو بگو اول. من بگم آره. من فنی سروی میذارم فیکس، دروگبا نیمکت، راحت فمپرسی رو میفروشم. راحت خب منم دقیقا مثل مهدی بودم، ولی راحت نمیفروشم فمپرسی رو، ولی فنیستر روی دروگبا فمپرسی. خب پس این از شماره یک. بریم سراغ شماره دو. از مهاجم نوک بیایم به گلر ویکتور والدز چک فندرسار. کاسیاسو میذاشتم اول یک رو خودش بره. تو دوباره داری میگی؟ نه چک. آه. دارم چک و چک میکنم. چک. پیتر چک فندرسار. ویکتور والدس. ویکتور والدس. من بگم من پیتر چک فیکس فندرسار نیمکت ویکتور والدس فروش. خب من فندرسار فیکس. پیتر چک نیمکت ویکتور والدس هم بدیم بره دیگه. مرسی، دوران پر افتخار بارسا رو دارم میدم بره. نه ویکتور والدس یه نکته داره. اصلا رالیدا مثلا جلوی آخه خب فندرسار رو میدار چه من اصلا بایاس تیمی ندارم. ویکتور والدس هیچ کی تا حالا جلوش هتریک نکرده. این فکتش واقعا مربی نیست. واقعا مربی نیست. خب بریم سراغ بعدی. زانتی، مالدینی، کافو. من قرار بگم در این نابرابری خواهم زانتی رو فیکس کنم. داداشم واقعا میخواهم زانتی رو فیکس کنم. کافی رو اصلا جواباتون غیر محبوب نبوده تا اینجا. نه اصلا این قطعا فوش خواهم کنم، ولی مالدینی نیمکت کافی رو میفروشم، زانتی رو ولی فیکس میذارم. خب من مالدینی فیکس کافی رو فیکس دفاع راست میذارم. من مالدینی فیکس از یه اینتری بعیده. من زانتی نیمکت کافو فروش. می‌خواستی زانتی رو می‌فروختی که هیتتی. آره نه. زانتی نیمکت. زانتی اصلا خیلی شاد. با اینکه کلا مثلا یه جمله معروفی هست راجع به تیم ایتالیایی، یه بازیکن ایتالیایی همیشه بینشون با غیرته، ولی واسه یه تیم ایتالیایی بازیکن آرژانتینی با غیرته. آره بابا خاویر زانتی. بریم واسه بعدی که تو مالدینی رو نیمکت گذاشتی؟ با میسی مالدینی رو مالدینی سوارز، بنزما، لواندوفسکی. سوارز، بنزما راحت فروشمون که راحت رفت کنم. خیلی زشته این فکرتون، خیلی من نظرم کاندید دو سال کاندید من سوارز رو میفروشم. سوارز میفروشی؟ من سوارز رو فیکس میذارم. مرسی. آره بریم. خب برو بنزما رو میذارم نیمکت، لواندوفسکی رو راحت میفروشم. خب منم همین بودم، خواستم یه ذره منم سوارز رو علی‌رغم میل باطنیم فیکس میذارم، بنزما رو نیم کرد که هیت نگیرم بیشتر از این، ولی نه جدی لوا فروش. لوا فروش راحت. راحت هم ممکنه میگی راحت راحت میفروشم. راحت میفروشم. دو تا توفه طلاق قش. خوبه تو مالک نشدی مثل قطری ها میشدی. آره من راحت. آره نظرم در مقابل سوارز و بنزما لواندوفسکی 100 پوینت. بابا 100 پوینت نیست. فن نه 100 پوینت نیست. 100 پوینت. حالا الان نمین سنش بالا. 100 پوینت. خب داره کلکلاتون بالا میگیره، پس بریم سراغ بعدی. سیدور اسکولز جاوی. جاوی سیدورف اسکولز و جاوی. هم میخوایی من اول بگم؟ جدی راحت جاوی اسکولز سیدورف. جاوی اسکولز سیدورف. جاوی فیکس اسکولز نیمکت سیدورف. آره من درک نمیکنم.
جاوی. بعد جاوی میگه اسکولز از من بزرگتره. بعد شما اسکولز رو بذارید بعد. خودت زیدان هم میگه اسکولز. اسکولز واقعا از جاوی بهتر نیست. نه نمیتونیم این راحتی با خیلی خفن بوده. نه خیلی خوب بوده. از بس چرا نذاشتیش تو فیکس؟ فکر کردم خوب. آها فکر میکنی. به نظرم جاوی بهتر از اسکولز. جاوی نمیخواد گزینه سوم. بعد سیدور با سه تا تیم. آره سیدور قهرمان لیگ قهرمانان شده بپوشیده. سمت بچه خوشگله خیلی. حال نمیکنه. اینو. بریم سراغ بعد. بازم یکم نسبتاً کلاسیک. فردیناند، نستا، پویول. ایز. اینجوری نه. اونقدرم ایزی نیستم. تو قبلی رو گفتی ایزی من حالا یه ذره برم رو خب مهدی تو اول من یادم رفت فردیناند نستا پویول خب قراره ما هم وارد چالش بشیم چون قراره پویول رو بفروشیم واقعا قراره پویول رو بفروشیم هرس داره میخوام آقا من انتخاب کردم من انتخاب کردم دیگه هر چی فوش خوردم برای مهم نیست پویول رو فروختیم نستا رو میذاریم نیمکت و فردیناند رو میذارم فیکس خب خدا روشی نظر متفاوته از اینجا به بعد دیگه برای مهم نیست نه من نستا رو فیکس میذارم ریو فردیناند نیمکت پویول فروش ما امروز قراره فوشایی که بارسایی ها بدن ایف نمیشه بابا جاوی رو فیکس گذاشتن آره بابا جاوی رو فیکس نه به نسبت تصمیمتون درست سوارز هم فیکس گذاشتین من راستشو بگم بین پویول و فردیناند نیمکت و فروشش بودم چون نستا رو حتما میخواستم فیکس کنم من با فردیناند بیشتر بازی شدم منطقه من منطقه فوتبال نیوز خب بریم بعدی یکم اومدیم سراغ فوتبال داخلی نخواستیم ببین من کلا تو این چالش سعی کردم 4 تا بازیکن رو کنار بذارم چه داخلی چه خارجی لیونل مسی کریس رونالدو علی کریمی و فرهاد مجیدی واقعا فرهاد مجید از همه شون بهتره بعد از کریستیانو رونالدو بعد از من شرمنده رونالدو فرهاد مجیدی علی کریمی مسی نه سراغ بعدی فرهاد مجیدی مسی جلال حسینی اجمان منتظری هادی عقیلی من بای آسی میگم و خیلی راحت بای آسی میگی که من میدونم منطقی هم میگی خب من اینو اصلا میخوام همینجوری بگم بره من میگم سید جلال فیکس پژمان نیمکت هادی فروش خیلی منطقیه داره میگه ولی به نظرم پژمان منتظری فیکس مرسی پر افتخار تنیم هادیه سید جلال حسینی به عنوان تیم دومین تیمیه پر افتخار لیگه سید جلال حسینی خیلی خوبه ولی من بازی با پای پژمان منتظری آره ولی من چون پیرن استقلال پوشیده پژمان منتظری نه واقعا بازی با پای پژمان منتظری خیلی بازی با پاش یه مدافع نیستا بازی با پاش خوبه؟ نه ربطی نداره من تیم قراره از عقب بازی سازی کنم بیاد جلو پژمان منتظری، جلال حسینی و هادی عقیلی خوبه خب بریم بعدی تا اینجا خوبه کامنت بذارید کامنت بذارید یه دونه رفتیم بین شاید مثلا استعدادهای جوون خیلی شایان موسیقی نه بایاس شو تازه یاد گرفتنیم میگم بایاس اودگارد، سبایوس، گاوی شایان مسلح اودگارد، سبایوس، گاوی مثلا برابر نیست اساس معیار انتخاب سنگ اصلا نمی خیلی سخت قیاسشون با هم یکیشونه که راحت میشه فروخت نه سبایوس من نمیفروشم داداش من سبایوس نمیفروشم من اودگارد میذارم فیکس گاوی نیمکت از سبایوس راحت میفروشم آقا اجازه بده منم نظرم همینه ولی سبایوس هم کمتر از اینو بازی کرده من چون سوایس بازیشو دوست دارم واقعا ولی بر اساس بین اینا منظور مجبورم بر اساس گلوری برم و گلوری که منظورم عمل کرد تو الان اودگارد گاوی سبایوس ذهنتون روی این باشه که بهترین عمل کرداشون رو در نظر بگیرین یعنی آره باش اینجوری منطقیه آره. اودگارد گاوی سبایوس بالاک ژاوی آلونسو اسین ایزی سخت شد وقتی ما میگیم سخت شد چطور ایزی حالا ما بایاس شدیم من بگم ژابی آلونسو بالاک است ژابی آلونسو فیکس بالاک نیمکت ژابی آلونسو به نظر من بهترین بازیکن تاریخ من این نظر غیر محمود دارم من واقعا ژابی آلونسو به نظر من خیلی بازیکن بهترین بازیکن و مربی تاریخ حالا اونقدر دومی بازیکن تاریخ به نظرم ولی ژابی آلونسو فیکس اسیه نیمکت و اینو 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 خیلی هم بد شانسه به خاطر همین نیمکت نه فروش فروش
بدشانسیش دامن رو میگیره. بریم یه دونه فوق کلاسیک. کرایوف، مارادونا، پوشکاش. وای ایزی خیلی بده. آقا تا الان اگر ویدیو رو دوست داشتید یه لایک بزنید، من زمان بخرم. یه لایک بزنید، کامنت هم بزنید. آره شما ماردونا فروش. نه چی؟ ماردونا فیکس. کرایوف و پوشکاش سخته با خیلی ایزیه. خیلی سخته. نه ایزی که نیست. کرایوف رو میذاریم نیمکت و آقای پوشکاش رو بذاریم جایزه‌ش هم بفروشی. آره جایزه‌ش. نه من به نظرم مارادونا که حتما فیکس. دیگو آرماندو این ویدیو رو هم تقدیم می‌کنیم به مارادونا که یک کم پیش مراسم سالگرد. اصلا مال شما نیست. اوورریتد ترین بازیکن تاریخ. به نظر من با اختلاف بعد از مایکل جردن بهترین ورزشکار تاریخه. قبلی رو گفتم شابی آلونسو بهترین ورزشکار. مارادونا پوشکاش که خیلی بزرگه، ولی حالا من کرایف رو انتخاب می‌کنم. خیلی بزرگه پوشکاش، به نظرم تاپ 10 یا تاپ 15 میشه. 15 دیگه 15 تاریخ هست. تا 10 شو بلد بودم، ولی کرایوف رو میذارم نیمکت و پوشکاشو. آخه یه جوری گزینه‌ها رو چیده من میدونم. لباس رئال پوشیدم مجبور شدم رئال رو بپوشم. خب بریم بعدی. داوید ویا، دیماریا، فرناندو تورس. یکیشونو میشناسم. یکیشونو میشناسم. دوستان متفاوته. اینو گذاشتم سلیقه‌ای انتخاب کنم. داوید ویا، فرناندو تورس و دیماریا. فقط دیماریا رو میشناسم بینشون. اون دو تا کیه؟ آره من یه توضیح کوچیک میدم. فرناندو تورس انقدر افتاش زیاد بوده که من میفروشمش. داوید ویا فیکس، دیماریا نیمکت. واقعا تورس. آره آره اون که میفروشه به خاطر اینکه از رئال رفت. اگه رئال میمونه فرناندو تورس که میفروشه میره. با اینکه دیماریا خیلی هیت به رونالدو داده، ولی واقعا بازیکن بهتری از داوید ویا. اونو میذاریم فیکس. داوید ویا رو بذاریم مرد در سایه فینالای آرژانتینه دیگه. کسی که با فینال رئال هم در آورد واقعا 2004. مرد فیناله جایی که مسی واقعا میره. دیماری خیلی بازیکن بزرگیه، ولی چون زود از رئال رفت من آره خوب این گفت بای آس ندارم. بای آس ندارم. آره بای آس. بریم سراغ آخری و اون نکته‌ای که گفتم دوران اوجش رو در نظر بگیرید، چون 90% عمرش رو توی بیمارستان بوده. دمبله، محرز و رودریگو. رودریگوی رئال؟ بله رودریگوی رئال خیلی مصدوم شد. نه دمبله خب دمبله بوده این تمام این جمله خب دمبله. ریاض محرز اون یکی؟ دمبله، ریاض محرز و رودریگو. رودریگو اوجه شده. من هم دیگه که بردی یا؟ شما باید من بردی بگید رودریگو رو میذاری فیکس. نه دمبله، ریاض محرز رو من میذارم فیکس. ببخش به نظرم یکی زد پشت. ببینم بذارم به نظرم ریاض محرز بذاریم فیکس. واقعا بهتر از اون بده. خیلی واقعا بهتر. کلام کجا؟ الاهلی عربستان. یک دقیقه سکوت. تو ریاض محرز فیکس، رودریگو نیمکت و آقای دمبله رو بفروشیمش. واقعا رودریگو فیکس، دمبله نیمکت، ریاض محرز هم فروش. من ریاض محرز به نظرم خیلی بازیکن خوبه. ریاض محرز؟ خیلی من نمیستم بده. رودریگو دمبله ازش بهتره. از اون دوتا به نظرم بهتره. نه به نظرم رودریگو فیکس قطعاً که اوج دمبله از جفتشون بازیکن. آره ولی خب یه ذره گلوری هم در نظر میگیرم دیگه. خب رودریگو اولا که خیلی تازه گلوری خیلی گرفته رودریگو. آقای رودریگو نبود اون کامبک و جلوی ریاض محرز رودریگو کامبک زد. آقا جلوی ریاض لستر رو توی لیگ برتر انگلیس قهرمان کرد. بعد آقا میگه گلوری واردی لایک یور پست. بعد میگه آقا خیلی ریاض محرز بهتره. نه بردیا رو من دارم میگم. میگه گلوری بعد میگه رودریگو فیکس. ریاض محرز که قهرمان نکرد لستر سیتی رو. این یه بازیکن باشه که واردیه. نه واقعا ریاض محرز از واردی هم حتی از مهمتر. انگولو کانتم بره تو کوچه بچرخه. ما این بازی خب دیگه. با واقعا ریاض محرز خیلی از این دو تا بگیره. شما بگید آقا تو کامنت شما بگید. ریاض محرز واقعا بهتره. یا بهتر بود الجزایری نبود. اصلا ولش کن ریاض محرز بهتره ولش کن. دمتون گرم تا آخر ویدیو همراهمون بودید. مرسی از علی وردیام. وردیای عزیز.
منم خیلی حال کردم باهاتون بودم. مرسی مبین، مرسی مشتبه، ببخشید مرسی علی، مرسی مهدی. تا یه ویدیو دیگه دمتون گرم.